به دوره پایگاه خبری بمداد ویدیو رو فرستودن که سال 1989 ثبت شده است و در آن حاج اکبر تورجان زاده که اون وقت تمگی 35 سال داشت و روز ریش نداشت در باره نوروز و تو کجا جایز بودن تجلیل این عید از سوی مسلمانان صحبت میکند. به احتمال غالب این ویدیو بعد ختم تحصیل در دانشگاه اردن به دوشنبه برگشتن و در اداره قاضیات مسلمانی تاجیکستان به کار پرداختن حاج اکبر تورجان زاده ثبت شده است. حاج اکبر تورجان زاده جوان در این نوار در حالی که به فوج بعث نمازگزاران سلام و علیک می کرد در مورد عید نوروز می گوید: برکت جشن نوروز، عید نوروز، احتفالات نوروز، این عید پیش از اسلامی است. از سلام علیکم، بسیار خوش آمدید نوروز دیده. علیکم السلام. اما فقط آن عادت هایی که ارتباط به جاهلیت داشت، به بت پرستی و آتش پرستی داشت و البته اسلام قبول نمی کند. اما همچنین عید رأسی سنه هجری شمسی، سال نوی هجری شمسی و همچون عید بهار در اسلام جشنش احتفالش مشروع است، یعنی منع نیست. فقط مشرک ها پیش از اسلام در همین روز عید نوروز برای بودهای خود، خداهای خود قربانی ها میکردن. قربانیش در اسلام حرام است، ممنوع است. مسلمان ها این عید نوروز همچون عید سال نو، سال نوی هجری شمسی و همچون عید بهار و همچون عیدی که تمام طبیعت اثر نو به قدرت الهی زنده می شود، این برای اسلام مسلمان ها همچون باز عبرت است که آمدنی بهار این مسلمان ها را تذکر می دهد به روز قیامت. حدیث های بسیاری هست، الله تعالی قرآن با آیت هم آوردگی است که چنانه که طبیعت مرده را پروردگار قدرت دارد زنده می کند، روز قیامت هم همچون زنده شدنش برحق است. بنابراین این هم عید است، هم عبرت است عید نوروز. از این سبب اجدادای ما پیش اسلام که جشن میگرفتن، بعد اسلام هم تا امروز جشن گرفته آمده سالیان. این سخنان تورجان زاده در باره جایز بودن تجلیل نوروز برای مسلمانان در حال است که سالهای اخیر برخی وایزان به اصطلاح نو برآمد کوشش دارند که عید نوروز را همچون بدعت حکم کنند و مسلمانان را از تجلیل آن منع کنند. جنبش تندرو طالبان که قدرت را در افغانستان به دست آورده است امسال تجلیل عید نوروز را منع کرد. حاج اکبر تورجان زاده 16 فوریه سال 1954 در دهه ترکوباد نویه اورجک نزابات در خانواده روحانی شناخته ایشان تورجان به دنیا آمده است. ایشان تورجان یکی از پیشوایان رویه قادریه طریقت تصوف در تاجیکستان شمرده می شد و در ازبکستان و قزاقستان و دیگر جمهوری های آسیای مرکزی نیز هزاران مرید داشت. حاج اکبر تورجان زاده نخستین تحصیلات دینی را پیش پدرش گرفته، بعد ختم مکتب میانه در سال 1972 به مدرسه میر عرب بخارا داخل شد. او سال 1977 این مدرسه را به پایان رسانده شامل دانشگاه اسلامی به نام امام بخاری شهر تاشکند تنها مکتب عالی مذهبی در اتحاد شوروی شد و سال 1980 این دانشگاه را ختم کرد. حاج اکبر تورجان زاده سالهای 1980-1982 در شعبه روابط خارجی اداره دین مسلمانان آسیای میانه و قزاقستان کار کرده سال 1982 برای ادامه تحصیل به اردن رفت و سال 1987 فکلته شریعت دانشگاه اردن را ختم کرد. بعد بازگشت از اردن حاج اکبر تورجان زاده دو سال، سالهای 1987-1988 در دانشگاه اسلامی تاشکند استاد فنهای فقه و حدیث بود. سال 1988 حاج اکبر تورجان زاده که مگی 34 سال داشت رهبر اداره مسلمانان تاجیکستان انتخاب شد. این اداره در آن دوران به نام قاضیات معروف بود و تورجان زاده را به این دلیل قاضی مسلمانان تاجیکستان نامی بردند. اسم حاج اکبر تورجان زاده در ابتدای سال 1990 هنگام میان رویش بین تظاهرگران و حکومت در روزهای گردیمایی های خونین ماه فوریه در دوشنبه رسانه ای شد. او در پایان ماه فوریه سال 1990 از حوزه کریم اسماعیلوف نویه اورجک نزابات وکیل شورای عالی پارلمان وقت تاجیکستان انتخاب شد. سالهای 1990-1992 دوران پرشور در تاریخ حرکت های ملی و آزادی خواهی و مذهبی در تاجیکستان بود و حاج اکبر تورجان زاده در این حادثات همیشه در صف پیش قرار داشته به شهرت و نفوذ فوق‌العاده در جامعه صاحب شد. تورجان زاده در گردیماهی های تیرماه سال 1991 و بهار سال 1992
از مخالفان حمایت کرد و از طرفداران حکومت مروسوی ملی که ماه مای سال 1992 در پای پیروزی تظاهرگران میدان شهیدان بر تظاهرگران از میدان آزادی روی کار آمد به شمار می رفت. اما حکومت مروسوی ملی در جنگ شهروندی که تابستان سال 1992 آغاز یافت شکست خورد و ماه نویبر سال 1992 شورای عالی این حکومت را به استعفا فرستاده امام علی رحمان را به نمایندگی از فرانت خلقی جانب دیگر جنگ شهروندی رهبر اول کشور انتخاب کرد. حاجی اکبر تورجانزاده بعد این از کشور فرار کرد و مدتی در افغانستان و سپس تا سال 1998 در ایران پناه برد. مقامات تاجیکستان در سال 1993 اداره قاضیات را به مفتیات تبدیل داده به جای تورجانزاده فتولا شریفزاده فرزند روحانی دیگر شناخته دامولا شریف را مفتی انتخاب کردند. حاج اکبر تورجانزاده در سالهای مسافرت نیز در میدان سیاست فعال بود و به حیث معاون رهبر اتحاد نیروهای مخالفین تاجک ریاست هیئت مخالفین در مذاکرات صلح با حکومت را بر دوش داشت. 27 ایون سال 1997 در مسکو بین حکومت و مخالفین سازشنامه صلح به امضا رسید که بر اساس آن 30% منصبهای حکومت به مخالفین باید داده می شد. تورجانزاده بر اساس این سهمیه 30% معاون سروزیر تاجیکستان در امور روابط با کشورهای اسنگه تعیین شد و سال 1998 به تاجیکستان برگشت. او تا پایان سال 2006 در این مقام کار کرد و بعد برکناریش تا سال 2010 عضو مجلس ملی پلات بالای پارلمان تاجیکستان بود. بعد ترک مقامهای دولتی در سال 2010 تورجانزاده اساسا در زادگاهش دهه وعدت آباد به سر می برد، ولی طوری به نظر می رسد فراموش نشده است. سال 2012 مسجد محمدیه که تورجانزاده ها در وحدت آباد ساخته بودند و به آن احسان نوردین جان برادر حاج اکبر تورجانزاده امامتی میکرد با بهانه برگزاری مراسم عاشورا با حکم دادگاه بسته شد. این مسجد با بسته شدنش یکی از پرطرفدارترین مسجدهای کشور به شمار میرفت و هر روز جمعه برای ادای نماز و شنیدن مویزه های احسان نوردین جان و برادر خردیش احسان محمد جان هزاران نفر از سراسر تاجیکستان به مسجد محمدیه می آمدند. برادران تورجانزاده ها بعد تنگ شدنشان از منبر مسجد های رسمی در اینترنت برای حفظ تماس با پیروان خود سامونه تورجان را باز کرده بودند، ولی دسترسی به این سامونه را نیز چند سال باز مسدود کردند.